الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا هستید براتون آرزوی خیر و سعادت دین و دنیا و آخرتتون رو میکنم و امیدوارم که لحظاتون پر از خیر و برکت باشه. سوال های شما خیلی متراکم شده پیش ما در واتساپی که هست، سوال خیلی زیادی اومده. از این بابت پوزش میخوام که شاید چند روزی هست که من فرصت نکردم به تعداد زیادی از سوالها پاسخ بگم. امیدوارم در این برنامه بتونیم تعدادی رو پاسخ بدیم و در بعد از برنامه هم به همچنان جواب سوالهای شما رو حتما ارسال خواهیم کرد از طریق واتساپ. میرم سراغ اولین سوالی که از بیننده عزیزی اومده. سوال کردن که این سوال قدیمی ترشون هست ظاهرا، گفتن سلام استاد بزرگوار، خسته نباشید، آیا گرفتن وام ازدواج جایز است یا نه؟ ببینید، وام ازدواج و اون چیزی که در الان شما شاهد اون هستید، وام های ازدواجی که وجود داره اولا ربا نمیگیرن، سود در بابتش نمیگیرن، بلکه کارمزد میگیرن در حدود 3-4% یا بیشتر یا کمتر، دقیقا الان نمیدونم اونی که شما میگیرید این هست یا نه، ولی کارمزد میگیرن. کارمزد اگه به درستی به اون عمل بکنن ربا نیست. با توجه به تورمی هم که در ایران وجود داره، ببینید هیچ وقت کلمه ربا یعنی زیادی، یعنی زیادی گرفتن. آیا واقعا اگر شما مثال عرض میکنم، اگه شما 4 سال پیش 5 سال پیش یک وامی رو گرفته باشید با 4% فرض کنید 20 میلیون گرفته باشید، آیا امروز و اون 20 میلیون رو با قسط های خیلی آسونی میخواید پس بدید؟ آیا امروز اون 20 میلیونی که 4 سال پیش گرفتید واقعا ارزشش همون 20 میلیونیه که در 4 سال پیش گرفتید؟ فرض کنید این رو اگر از کسی قرض گرفته باشید بعد از 4 سال بخواید پولش رو برگردونید، آیا واقعا پولش ارزش اون روزی رو که گرفتید داره؟ مسلماً نه. نسبت تورمی که در ایران وجود داره، آمارهای مختلفی وجود داره، ولی یکی از آمارهایی که معروف و مطرح هست میگن که 120% نسبت تورمه و این هیچ وقت این 4% که شما بابت کارمزد پرداخت میکنید به هیچ وجه جبران خسارت اون وامی رو که شما گرفتید، در واقع اگه به حساب مادی حساب بکنی، قابل جبران نیست و این در واقع نمیتونی این رو ربا به حساب بیاری. شناعت و زشتی ربا در اینه که شما وقتی که یک مبلغی رو از کسی قرض میگیرید به خاطر حاجت و نیازتون و اون بیاد از نیاز شما سوء استفاده کنه و میفرماد اضعاف مضاعفه، چندین برابر از شما میگیره و هیچ وقت از زیر بار قرض اون بیرون نمیاد، ولی کارمزدی که از شما میگیرن در واقع هزینه‌ایه که بانک برای مدیریت این مبلغی که به شما میده داره برای خودش دریافت میکنه، اما به اون اصل پولی که به شما داده میشه اضافه داده نمیشود و ربا بر اون اضافه نمیشود. و عمدتا هم اینها یا کمک های دولتی هستن و یا اینکه قرض الحسنه، حساب های قرض الحسنه مردم هست که در این مسیر قرار میگیره و مردم دارن به عنوان وام ازدواج یا وام های دیگری شبیه همین استفاده میکنن. لذا این مقدار سود نیست، بلکه خودشون هم اسمشو گذاشتن کارمزد و به نظر بنده جایزه. با توجه به اگر تورم رو هم در نظر بگیریم حتما متوجه این خواهید شد که این ربا نیست. حالا خب برخی از علما در داخل و خارج و خلاصه فکر میکنن دین اسلام اومده فقط به خاطر ظاهر. بله، این اسمش رو گذاشتن مثلا به این میگن ربا. چرا؟ چون 4% زیادی میشه، درسته، ولی آیا این 4% در واقع حقیقتا زیاد میشه؟ نه، حقیقتا اون پولی که به شما قرض دادن بعد از 4 سال دیگه اگه بخوان از شما پس بگیرن یا بعد از 10 سال دیگه بخوان از شما پس بگیرن، نه تنها هیچ حساب میشه،
بلکه منفیه. یعنی اون صاحب پول اگه یک آدمی بود هیچ وقت این رو به خاطر 4% به شما نخواهد داد، با توجه به وجود تورمی که وجود داره. لذا این به نظر بنده ربا نیست، جایز هست گرفتنش و کارمزد است. سوال دوم ایشون میگه: سلام استاد بزرگوار، خسته نباشید، چند سوال داشتم. مادرم 52 سال دارد، همیشه ذکر میگه و از موت و فشار قبر، عذاب قبر خیلی میترسه. خواستم بدونم چه ذکری بگه که یا دعایی کنه. خوب، خیلی ممنون. ببینید، اولا دعا ذکر کردن، گفتن لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير. و همیشه بعد از نمازها پیامبر علیه السلام دعایی رو به ما یاد دادن که در آخر تشهدتون قبل از اینکه سلام بدید میگه اللهم اینی اعوذ بک من عذاب القبر، من عذاب النار، من فتنه المحیا والممات و من فتنه المسیح الدجال. این دعایی که پیامبر فرموده این رو بعد از در آخر تشهد قبل از اینکه سلام بدید در نمازاتون بخونید، در همه نمازها این رو بخونه. و این یک مطلب. مطلب دوم، عذاب قبر مال همه نیست. عذاب قبر تنها کسانی عذاب قبر دارن که مرتکب گناهایی شده باشند که مستحق عذاب قبر باشند، وگرنه کسی اگه مرتکب اون گناهان نشده باشد، یکی از گناهانی که پیامبر اشاره کرده، یکی نمامی هست، سخنچینی هست، دیگری نجاست رو از خود دور نکردن، یعنی نظافت نکردن، وقتی که ادرار و نجاست به بدنشون باشه یا خودشون رو از اون پرهیز نکنن، تمیز نکنن، این موجب عذاب قبر هست. و همچنین گناهان دیگری هم هست که موجب عذاب قبر هست، تهمت زدن به دیگران، افترا بستن به دیگران و انواع و اقسام گناهانی که مستحق عذاب الهی هست در قبر هم هست. ولی کسی که از اینها دوری کنه انشاءالله عذاب قبر نداره. این دعا رو هم که عرض کردم بخونه که پیامبر علیه السلام به صحابه یاد داده اند که بعد از در آخر تشهد و قبل از سلام دادن این دعا رو بگید. و اگه همیشه هم این رو بگید، همیشه پناه ببرید به خداوند از عذاب قبر و از عذاب جهنم، و این مرتب این رو تکرار کنید. و در یکی از دعاهایی که پیامبر به صحابه یاد دادند و از جمله اذکار صبح و شام هست: اللهم اینی اعوذ بک من الکفر والفقر و اعوذ بک من عذاب القبر. این هم از اون دعاهایی که در اذکار صبح و در اذکار شام این رو بخونید. میریم سراغ سوال بیننده عزیز دیگری. سوال کردن که با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما استاد گرامی، سوال کردن که آیا ملائکه برای انسان دعا می کنن و آیا همیشه دعا می کنن یا در چه موقعی هستن؟ بله، ملائکه دعا می کنن برای اهل ایمان. در قرآن کریم فرمود یستغفرون للذین آمنوا، برای کسانی که اهل ایمان هستند ملائکه طلب استغفار می کنن. یکی از کارهای ملائکه این هست که طلب استغفار کنند، و همچنین در مواقع خاصی هم ملائکه دعا میکنند برای کسانی که در صف اول نماز حاضر میشن، ملائکه براشون دعا میکنند. کسانی که بعد از اینکه نماز خوندن همون سر جاشون میشینن، مشغول ذکر و تسبیحات میشن، ملائکه دعا میکنند. و همچنین وقتی که کسی به عیادت مریضی میره، ملائکه براش دعا میکنند. وقتی که شما برای برادر دینی و ایمانیتون بدون هیچ غرض و مرضی دعا میکنید، ملائکه به دعای شما آمین میگن و همون دعا رو برای شما هم میکنند. و اگر کسی دیگری رو به خاطر خدا دوست داشته باشه، حتما ملائکه براش دعا میکنند. در از جمله جاهایی که ملائکه دعا میکنند برای انسانها، کسانی که مردم رو تعلیم میدن، دین رو به مردم یاد میدن، معلم الناس الخیر، کسانی که مردم رو تعلیم خیر میدن، علوم نافع و مفید رو به مردم یاد میدن، ملائکه برای اونها هم دعای خیر خواهند کرد. و همچنین وقتی که کسی با طهارت بخوابه، یعنی با وضو بخوابه، ملائکه براش
دعا میکند. این مواردی است که هست. و همچنین در وقت سحر، وقت سحر هم ملائکه دعا میکنند، کسانی که نماز سحری میخورند و قرار روزه بگیرند، یا کسانی که وقت سحر بیدارند و عبادت و طاعت میکنند. بریم سراغ سوال بیننده عزیز دیگری. بیننده گفتن سلام استاد، وقتتون بخیر. اگه شخصی بر این اعتقاد باشد که قرآن کلام خدا نیست، حکمش چیه؟ مجازاتش در آخرت چیه؟ و همچنین شخصی که به توحید ایمان ندارد، عاقبتش در آخرت چیه؟ ببینید، کسی که قرآن رو قبول نداشته باشه به عنوان کتاب آسمانی مسلمان نیست. یکی از ارکان ایمان، ایمان به کتاب‌های آسمانی و از همه مهمتر ایمان به آخرین کتاب آسمانی که قرآن کریم است. اگه کسی ایمان نداشته باشه به قرآن کریم، یعنی رکنی از ارکان ایمان رو نداره. اون کسی که ایمان به خدا داره، ایمان به پیامبران داره، ایمان باید به کتاب‌های آسمانی داشته باشه، ایمان به روز آخرت داشته باشه، ایمان به قضا و قدر داشته باشه، همه ارکان ایمان رو باید داشته باشه. ایمان به الله نه تنها به عنوان خالق هستی، بلکه به عنوان معبود به حق که فقط او شایسته پرستیدن و پرستش هست، و کامل توحید. ایمان به ملائکه، یعنی اینکه خداوند ملائکه رو خلق کرده و ملائکه مسئولیت هایی دارن، خداوند بهشون سپرده. ایمان به روز آخرت، ایمان به کتاب های آسمانی، ایمان به پیامبران و ایمان به قضا و قدر، شش رکن از ارکان ایمان هستند. اگه کسی به یکی از این ارکان ایمان نداشته باشد، مسلمان به حساب نمیاد، یعنی مؤمن به حساب نمیاد. شاید مسلمان به حساب بیاد ولی مؤمن نیست. مؤمن کسی است که این شش رکن رو ایمان داشته باشد. ولی کسی که ظاهر رو رعایت کنه، ما میتونیم بهش بگیم مسلمان. مثلا ظاهرا نماز بخونه، اگه در دلش هم ایمان نداشته باشه، در دلش هم کفر بورزه، خدا رو، قیامت رو هیچ رو قبول نداشته باشه، ولی ظاهرا میاد نماز میخونه، ظاهرش همه چی رو ظاهر اسلامی رعایت میکنه، ما نداریم متهمش، اجازه نداریم متهمش کنیم به اینکه کافره. فقط میگیم مسلمانه. به خاطر همین ظاهر دیگه، باطنش هم بین خودش و خدا هست. ولی اگه کسی ظاهر کرد، به ظاهر گفت که ایمان به رکنی از ارکان ایمان ندارد، مؤمن نیست و مسلمان هم نیست، اگر این رو اظهار کرد. اگه تو دلش بود مؤمن نیست ولی مسلمان هست، چون ما اطلاعی از ظاهرش نداریم، حکم به ظاهر میکنیم. ظاهرش رو میبینیم، نماز میخونه، روزه میگیره و حرفای میزنه، حرفای اسلامی میزنه، ولی حالا دلش بین خودش و خدا. اما اگر، عرض کردم، اگر در دل و در ظاهر، یعنی به زبان بگه که قرآن رو قبول نداره، یا هر کدوم از رکن ارکان ایمان رو اگه به زبان آورد، نه مسلمان نه مؤمن. ولی اگه به زبان نیاره و ظاهرش هم اسلامی و مسلمان باشه، میگیم مسلمانه. اما ایمان چیزی که در دله. اصل اینه که اونایی که ظاهرشون مسلمانه، باطنشون هم اهل ایمان باشن. و اگر کسی هم غیر این باشه، بین خودش و خدای خودش هست که آگاه هست به سرائر و پنهانهای دل انسان ها. بیننده عزیزی گفتن سلام استاد، میشه طریقه بستن نکاح رو بگوین و چه فرایض یا ارکان دارد یا چه زیاد مهمه تویش؟ ببینید، عقد نکاح اصل و اساس اول اینه که دختر و پسر هر دو راضی باشن، هیچ کدوم به اکراه و اجبار این رو نپذیرفته باشن. اگه کسی دخترش رو مجبور کنه به اینکه با کسی ازدواج کنه و دختر در لحظه ای که میخوان عقد نکاح ببندن اعلان کنه که من راضی نیستم، اون عقد نکاح باطله. پس شرط اول رضایت طرفینه، بعد هر دو راضی باشن. البته خب شرط های دیگری هم هست که باید هم دختر و پسر هر دو مسلمان باشن، نمیشه یکی از اونها غیر مسلمان باشه، باید هر دو مسلمان باشن. حالا اگر زن اهل کتاب بود، یعنی
مسیحی و یهودی بود جایزه که مرد مسلمان با اونا ازدواج کنه، ولی دختر مسلمان جایز نیست که با مرد غیر مسلمان ازدواج کنه، و مرد مسلمان هم جایز نیست به غیر اهل کتاب با هیچ زن غیر مسلمانی جایز نیست که ازدواج کنه. پس اینه که هر دو اهل ایمان و مسلمان باشن. شرط دوم اینه که هر دو راضی باشن، دختر و پسر. شرط سوم اینه که پدر دختر حضور داشته باشه و اعلان رضایت کنه که ولی دختره، و در نبودن پدر دختر میتونه هر کسی که جایگزین پدر هست، شرط هست که اون هم راضی باشه. این که میگیم که شرط هست ولی دختر راضی باشه، به این معنی نیست که این ولی دختر حالا پدرش باشه، برادرش باشه، پدر بزرگش باشه، عمویش باشه، هر کی باشه، حق نداره مانع ازدواج دختر بشه فقط به خاطر هوای نفس خودش، به خاطر تمایلات خودش، به خاطر اغراض و اهداف خودش، یا به خاطر پول و مال دنیا. حق نداره مانع بشه. اگه چنین چیزی باشه و در جایی باشید که واقعا اسلام حاکم باشه، اون وقت که قاضی حق داره اون پدر رو کنار میذاره و قاضی میشه ولی یه دختر، و اون رو به شیوهی که به مصلحت و خیر دختر هست ازدواجش میشه و پدرش رو میذاره کنار و ولی رو میذاره کنار. شرط سومی که وجود داره اینه که دو تا شاهد حضور داشته باشن در وقت عقد نکاح بسته میشه، و شرط چهارم اینه که ایجاب و قبول گفته بشه. یعنی ولی دختر میگه من دخترم رو به تو دادم بر اساس چنین شرطایی که میذاره، حالا هر شرطی که داشتن، به این شرط، به این شرط، به این شرط، من دخترم رو بهت دادم، مهریه هم همونجا ذکر میکنه به مهریه مثلا اینقدر، و در مقابل هم این بهش میگن ایجاب، در مقابل هم داماد یا ولی داماد هر کی هست میگه، یا وکیلش هر کی هست میگه قبول کردم همه این شرطایی رو که گفتی و مهریه‌ای که تعیین کردید رو قبول کردم، عقد نکاح این دختر رو قبول کردم، به زنی قبول کردم و تموم میشه. ولی باید دو تا شاهد این حرفا رو بشنون، شاهد این جریان باشن. این میشه عقد نکاح شرعی. و اما چیزهای دیگری هست که سنته. سنت اینه که خطبه عقد نکاح خونده بشه. خطبه در واقع ربطی مستقیما به عقد نکاح نداره، به این معنا که فکر کنید جزء ارکانش هست. سنت هست این خطبه خونده بشه، اونم که معروف ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستهدی تا آخر این حمد و ثنایی که گفته می شود، و به این شیوه عقد نکاح بسته می شه و شرعی و صحیح است. همه این ارکانی که گفتم، رضایت دو طرف، رضایت ولی دختر، وجود دو تا شاهد، گفتن ایجاب و قبول در حضور شهود و ولی دختر، اینا اساس و شرط و رکنن. اگر اینها هر کدوم از اینها نباشد، عقد باطله. بیننده عزیزی گفتن سلام استاد زرابی، یه سوال دارم، آیا اگر شوهر نتونه کار شرعی انجام بده، آیا طلاقش میمونه یا باطل میشه؟ اگه سوال شما از کار شرعی که میگی منظور شما معاشرت جنسیه و نمیتونه مقاربت جنسی داشته باشه با همسرش، نمیتونه باشه زن، یعنی حق زناشویی رو به جا بیاره، در این صورت اختیار به زن هست. زن میتونه این رو به عنوان یک عیبی مطرح کنه و دادگاه هم ایشون رو مجبوره به، یعنی اگه بعدن دچار این بیماری شده که ناتوان شده از لحاظ جنسی، و میتونه درخواست طلاق بده و قاضی هم باید این رو به عنوان یک امر جدی تلقی کنه و طلاق رو اجرا میکنه. حتی اگر خودش هم فرار کنه، راضی نباشه بیاد، میتونه فسخ کنه عقد نکاح رو، و الان رفتی به طلاق نداره این طلاقش میمونه یا نمیمونه. این وقتی که این موضوع وجود داشت به عنوان یه عیبی، اگه از اول وجود داره این عیب، این عقد نکاح فسخ میشه. بعضی از اهل علم گفتن فسخ نمیشه، بلکه باید طلاق بده. قاضی مرد رو مجبور به
طلاق میکنه و طلاق بده. مگه اینکه زن نخواد این رو، بخواد ادامه بده با همین وضع، بخواد زندگی رو ادامه بده، اختیار با خودشه دیگه. زیرا که حق زن هست. اینجا یه حقی از زن ضایع میشه و اگه خواست با همین وضعیت ادامه بده زندگیش رو با این مرد، اختیار خودش رو داره. و اگرم نخواست ادامه بده میتونه یا عقد نکاح میره، عقد طلاق میگیرن در نزد قاضی و باید طلاق بده، حق با زن هست و باید طلاق بده و کامل مهریش هم بهش تعلق میگیره. و اگر نه فسخ میشه. هر دو رأی وجود داره در نزد فقها. بیننده عزیزی گفتن که سلام، آیا دعای اللهم رب هذه الدعوه التامه در وقت قامت هم خوانده میشه؟ چون پیش نماز قبل از نیت اینجا این دعا رو میخواند، لطفاً با ذکر سند صحیح. ببینید این دعا نیومده در هیچ حدیثی، هیچ یک حدیث هم نیومده که بگه این دعا رو بعد از اینکه اقامت گفتید این دعا رو بخونید. اینکه حدیثی نیومده درباره این، یعنی بگه این دعا رو اینجا بخونید، بلکه اومده که بعد از اذان بخونید. در مورد خود لفظ حدیث فرموده بعد از اذان این رو بخونید. اما سوال اینجاست که برمیگرده به احادیث دیگری. برخی از اهل علم همونطوری که در بعضی از روایات هم اومده که بین کل اذانین دعا مستجاب، یا گفتن بین کل اذانین صلاه، بین دوتا اذان، بعضی گفتن که اقامت هم یک اذان هست، گفتن بین هر دوتا اذان دعای مستجاب وجود دارد. ولذا برخی از اهل علم گفتن چون گفته این اقامه هم شبیه اذانه و پیامبر فرموده که بعد از اذان این دعا رو بخونید، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمد الوسيله والفضيله تا آخر این دعا، حدیث اومده این رو بخونید، بعد اینکه کلمات اذان رو تکرار کردید با مؤذن این دعا رو بخونید. اهل علم اجتهاد کردن، گفتن اذانم مانند اقامه هست، پس اونجا همین سنته که بخونی. این اجتهاد، روایتی بیاد در مورد اقامه بگه گفت هر وقتی اقامت گفته شد این رو بخونید، به این لفظ نیومده. به لفظ این که دعا مستجاب میشه بین دوتا، بین اذان و اقامه، و همچنین اینکه تشابهی که بین اقامت و بین اذان هست رو هم دلیل قرار دادن که این هم اذان هست. در روایت هم اومده که کل اذانین، یعنی اذان و اقامه رو اذانین گفته، یعنی دو تا اذان. لذا اینی که اجتهاده و برخی این اجتهاد رو کردن، برخی این رو میگن بدعت هست، برخی از فقها ها، برخی دیگر هم میگن نه، یک اجتهاد مقبول هست. اما اینکه کمک کردن به مسجد اجر بسیار زیادی داره، فرقی هم نمیکنه شما پول نقد بدی یا سیمان بدی. اون سیمان رو که شما میدید، اون سیمان خودش بلند نمیشه بره بشینه تو دیوار، حتما یک کارگری میخواد، حتما بنایی میخواد، حتما مهندسی داره روش کار میکنه، حتما همه اینها دارن کار میکنه. شما سیمان رو به تنهایی خریدی گذاشتی، یعنی فکر میکنی اون کاری که مثلا کارگر اونجا کار کرده، بنایی که اونجا کار کرده، مهندسی که نقشش رو کشیده و بابتش حقوق گرفتن،
اجرشون با پایان یافتن مسجد دیگه اجر ندارن. چرا؟ تا زمانی که اون مسجد وجود داره، اونایی هم که پول دادن، پول نقد دادن، مثل همونایی هم که رفتن، یعنی دل بخواهی و بدون مقابل اجر و مزدی رفتن اونجا کار کردن، یا کسی که پول نقد داده، پول کارگر و بنا و مهندس و نمیدونم برقکش و بقیه چیزهای دیگر رو داده، تفاوتی با هم دیگه ندارن. چه سیمان بخری، چه آجر بخری، چه نمیدونم آهن بخری و شیشه و در و پنجره، همه اینها مثل همه اجرشون. مهم اینه که شما پولی رو به این مسجد دادید، تا زمانی که این مسجد پابرجاست شما اجرتون رو دارید. حتی اگر رفته باشید پول نداری، رفتی عملا اونجا 10 روز کار کردی، کارگری کردی، اجرت مثل اونیه که رفته اونجا سیمان گذاشته، آجر گذاشته، نمیدونم بقیه چیزهای دیگه، هیچ تفاوتی در این نیست. اما سوال دومیشون میگه، گفتن که نمیشه خرما رو یعنی جفت بخوری، باید تاک بخوری، زوج نمیشه بخوری، باید حتما یکی یا یک یا سه. یا نه خیر، چنین چیزی وجود نداره، چنین روایتی در این نیست که شما هر وقت خرما خوردید این رو بخورید. تنها روایتی که وجود دارد که در مورد صبح هست، اگه کسی 7 دانه خرما هر روز صبح بخوره، خرمای اجور رو بخوره، فرموده که سحر و اینا بهش تأثیر نداره. و در مورد مثلا بعضی از روایت اومده در مورد افطار کردن با 3 تا خرما، اینا دلیلی بر چیز نیست که شما هر بار که خرما خوردی، هر وقتی خرما خوردی، شما باید حتما فرد بخوری و زوج نخوری. چه فرد بخوری چه زوج بخوری مساوی و هیچ فرقی با هم نداره. و اما در مورد سوال اولشون، اگه کسی تلفنی به زنش بگه 3 طلاقی، آیا طلاق؟ بله طلاق هست. حتی اگه تلفنی هم نگه، اگه خودش تنهایی هم بگه زنم 3 طلاقه، طلاق، 1 طلاق واقع میشه. لفظ گفتن لفظ 3 طلاق، یعنی به 1 لفظ بگی 3 طلاق یا بگی طلاقی طلاقی طلاقی، این 1 طلاق حساب میشه، زیرا که یکیش طلاقه، 3 تا بقیهش دیگه فقط برای تأکیده. در قرآن کریم و در احادیث پیامبر و در زمانهای مختلف طلاق 3 به 1 لفظ و یا در 1 جلسه 1 طلاق واقع می شده، 1 طلاق حساب می شه. گرچه فقها یا جمهور فقها میگن اگر کسی به 3 طلاق رو به 1 لفظ گفت 3 طلاق واقع می شه. اینا همه جای بحث داره، به شکل مفصلی هم بنده توضیح دادم که 1 طلاق واقع میشه و هیچ دلیل محکم و قوی بر این که 3 طلاق واقع بشه وجود نداره، بجز تهدیدی که حضرت عمر کرده که اگر کسی 3 طلاق رو به 1 لفظ بگه 3 تا براش حساب میکنیم. ولی بعد از اون دیگه هیچ روایتی نیومده که بگه در زمان حضرت عمر فلانی زنش رو 3 طلاق کرد به 1 لفظ و حضرت عمر گفت که 3 طلاق. لذا عملا وجود نداره و روایتی تأیید کننده این باشه نیست، بلکه بیشتر روایات و حتی ترتیب
آیاتی که درباره طلاق اومده، بحث این که عده باید باشه، طلاقی واقع میشه، طلاق رجعی هست، دوم رجعی هست، سوم واقع میشه، و اینها همه نشان از این است که طلاق سه مرحله هست، یک باره به یک لفظ نیست. ولی خب اینی که سوال شما هست که گفتید به تلفن گفته بله یک طلاق واقع میشه، اما سوال دوم ایشون در مورد این که میگه حضرت رسول و حضرت ابوبکر در غار بودند و در غار ثور بودند، وقتی که مشرکین اومدن دم غار و حضرت ابوبکر گفت که اگر خم میشدند زیر پاشون رو نگاه میکردند ما رو میدیدند، و پیامبر یه چیزی رو نقل میکنن که گفت نمیدونم دریا رو میبینن از این حرفا. اینا روایت، هیچ روایت صحیحی در این باره وجود نداره، بلکه چیزی که به نص قرآن کریم ثابت است گفت که پیامبر علیه الصلاه و السلام به حضرت ابوبکر گفت که لا تحزن ان الله معنا، این به نص قرآن کریم در سوره توبه آیه 40 سوره توبه ثابت هست. اما اینکه این داستانی که شما گفتید روایت صحیحی اون رو تایید نمیکنه، از جمله یا موضوعات هست یا روایت ضعیف هست. بیننده عزیزی گفتند که سلام، خسته نباشید، خدا قوت. سوال اول این که مسح سر خصوصا در خانم ها که موی سرشان بلند است چه مقدار باید مسح شود؟ آیا برای مسح باید موی سر اگر بسته باشد باز شود؟ بذار من سوال اولشون رو جواب بدم. سوال اول، اولا هر مقداری که از سرشون مسح کنن کافیه. برخی از اهل علم گفتند که به اندازه چند تار مو هم مسح بشود کافی هست، پیش سرشون رو از جلو مسح کنن، و لازم هم نیست که اگر موهاشون رو بافتن دوباره اون رو باز کنن و اینا. این اصلا لازم نیست برای این کار، حتی برای غسل هم لازم نیست این کار رو بکنند، بلکه آب رو در غسل هم لازم نیست که اگر موها بافتن باز بکنن. و اما سوال دومشون این که آقایان که سبیل و ریششان هر دو بلند هست، این که اگر سبیل بلند باشد آب یا چایی که می نوشند اگر به سبیل برخورد کند و بخورند حرام است، آیا حقیقت دارد؟ ببینید، نه خیر، حرام نیست، مگه چیه؟ نجس که نیست و تا حرام بشه حرام نیست، ولی در اسلام پیامبر علیه السلام فرموده اند که دستور داده اند که سبیل ها رو کوتاه کنید و ریشاتون رو بذارید، ریشاتون رو بذارید زیاد بشه ولی سبیلاتون رو کوتاه کنید، و برخی از اهل علم گفتن واجب است کوتاه کردن سبیل که یعنی لب انسان پیدا باشه، و این جزء برخی گفتند که زیاد شدن سبیل ها مکروه هست، بعضی هم گفتند که حرام اصلا سبیل رو زیاد کنی، یک واجبی رو انجام ندادی، واجب اینه که کوتاه کنی. ولی زا خب هستن از اهل علم هم گفتن که سنت کوتاه کردن سبیل، ولی خب به فرض این که سبیل رو گذاشته توی آب یا توی چای یا توی هر نوشیدنی دیگری که می نوشند، آیا حرام است؟ نه خیر، حرام نیست، مگه اینکه طرف نمیدونم چیز قبلا چیز نجسی رو به سبیلی زده باشه که چنین چیزی هم محاله، یا بگم بعیده نه محاله، ولی زا نه خیر، نجس نیست و حرام هم نیست. سوال بعدی ایشون میگن خانم ها آیا در نماز باید جوراب بپوشند که کف و روی پاشون دیده نشود؟ نزد جمهور اهل علم، نزد جمهور اهل علم پاها جزء عورت در نماز باید پوشیده بشه، اما نزد امام ابو حنیفه و رأی هم در نزد امام احمد میگن که پاها جزء عورت نیست، یعنی از قوزک پایین جزء عورت نیست، و اگر در نماز جزء عورت نیست، نه در خارج نماز. در خارج نماز همه میگن جزء عورت باید پوشیده بشه، ولی در نماز امام ابو حنیفه و امام رأی در امام احمد هم
امام احمد دو تا رأی داره. یک رأیش این هست که اگر کسی خانمی نماز بخونه پاش بیرون باشه نمازش صحیح، ولی عرض کردم نزد جمهور فقها پوشاندن پا جزء واجبات نماز هست، باید حتما پوشیده بشه و اگر بیرون باشه نماز باطل نزد جمهور فقها. و دو تا رأی به هر حال وجود داره، برخی میگن این رأی رو ترجیح میدن با توجه به روایاتی وجود داره و برخی هم اون رو ترجیح میدن با توجه به استدلالاتی که برخی از فقها کردند. بعد میگه پس از فوت همسر آیا به هم نامحرم میشوند؟ نه خیر، به هم نامحرم نمیشوند. چطوره به هم نامحرم میشوند؟ اینا زن و شوهرن، یکیشون اگه فوت کرد همچنان محرم اون زنش هست، اگه مرد فوت کرد، اگه زن فوت کرد همچنین هست. بلی بعد از این که فوت کرد زن حق داره بعد از این که عدش تموم شد حق داره ازدواج کنه، میتونه ازدواج کنه، ولی به این معنی نیست که شوهرش که مرد باز شوهرش نامحرم میشه، حق نداره نگاش کنه، حق نداره دست بزنه، حق نداره ببوسه همسرش رو. نه، اینطوری نیست. وقتی که رسول الله علیه السلام فوت کردن در آغوش ام المؤمنین عایشه بودند، سر رسول الله علیه السلام در بغل ام المؤمنین عایشه بود که فوت کردند، و حضرت علی در غسل دادن حضرت فاطمه حضور داشت وقتی که ایشون رو بعد از فوتش داشتن غسلش میدادن. و رسول الله علیه السلام فرمود با ام المؤمنین عایشه فرمود، گفت که اگر تو قبل از من بمیری من خودم تو رو غسل خواهم داد. این معنیش اینه که هیچ چیزی در این بین وجود نداره، همچنان محرمن، و اگه نامحرم بوده خب نمیفرمود من خودم غسل خواهم داد. و یا حضرت علی غسل نمیداد حضرت فاطمه رو. بیننده عزیز سوال کردن که سلام استاد، وام ازدواج با این اقتصاد حرام. ببینید سوال چرا نمیدونم اول برنامه نبودید یا تکرار میکنید. عرض کردم وام ازدواجی که داده میشه این وام ربا روی اون نیست و اون مقدار درصدی که از شما میگیرن کارمزده و کارمزد حلاله، اما ربا حرامه. این ربا نیست، با توجه وجود تورمی که هست اصلا معنی نداره و توجیه این رو نداره که بهش بگی ربا هست، زیرا چیزی رو بر اون پول اضافه نمی کنه. بلکه شما پولی رو که وامی که میدی به کسی بعد از 5 سال، 6 سال، 7 سال یا 10 سال دیگه این رو پس میگیرید، این در واقع پول کم میشه، پول بی ارزش بی ارزش میشه. اونایی که پول قرض دادن میدونن، کسی که شما مثلا 6 سال پیش پولی رو قرض دادی به کسی، آیا امروز با همون پول میتونی همون چیزایی رو بخری که اون وقت میتونستی بخری؟ قطعا نمیتونی. حتی اگه 4% هم به شما اضافه میکردن نمیتونی بخری. ولذا باید اونایی که دارن فتوا میدن، اونایی که دارن در این باره صحبت میکنن، از نصوص گرایی ظاهر گرایی بیان بیرون، ببینن که هدف از این ممنوعیتی که در وجود داشته در چه موردی هست. سلام علیکم استاد، استفاده از ظرفایی که عکس موجودات زنده روش باشد، مثلا عکس انسان، حیوانات، پرنده باشد، جایز است؟ ببینید عکسایی که وجود داره، عکسایی که مثلا روی ظرف و ظروفی که هست وجود داره، اگر این عکس ها مورد تعظیم قرار میگیره، یعنی مورد احترام قرار میگیره، روی دیوار نصب میکنید و روی سردر خونتون نصب میکنید، یه جایی میذارید، روی یه تاقچه میذارید به شکل دکوری و قشنگ میذارید، اینا جایز نیست. اما وقتی که روی بشقاب شما غذا روش میریزید، اینجا احترامی وجود نداره، تعظیمی وجود نداره. و لذا وقتی که رسول الله علیه السلام وارد خانه شدن، دیدن که ام المؤمنین یک پردهی خریدن، این پرده عکس حیواناتی روش هست، رسول الله علیه السلام فرمودند که این رو بردارید.
و جبریل وارد اون خونه نمیشه که این پرده ای که عکس روش هست باشه. پرده رو برداشتن. چیکارش کردن پرده رو؟ پرده رو تکه کردن، تبدیلش کردن به متکا و تبدیلش کردن به بالش و تو خونه بود. اونجایی که روی دیوار نصبه محل تقدیس و تعظیمه. شما یه چیزی رو دیوار نصب میکنید که احترام بهش میذارید، محلی است که گمان این میرود که براش تعظیم کنید. ولی وقتی که اون رو زیر پاتون میذارید یا زیر سرتون میذارید یا بهش تکیه میدید، از اون حالت دیگه در میاد. لذا وجودش بر ظرف و ظروفی که شما استفاده میکنید، یا بشقابی یا لیوانی یا چیزی از این قبیل، ممنوعیتی ندارد. والله اعلم. میگه آیا کسی که کفر بواح انجام میدهد میشود به او کافر، او را کافر دانست؟ آیا در اصول دین جهل عذر محسوب میشود؟ ببینید، حتما عذر محسوب میشود در جاهایی که واقعا کسی آگاهی نداشته. خیلی از مردم هستن الان در جاهای مختلفی هیچی نمیدونن، نه تنها در مورد دین نمیدونن، حتی در مورد آداب و معاشرت هم نمیدونن. خیلی ها هستن که در جاهای اونا رو پیدا کردن که اصلا لباس به تنشون نیست. اگه اینا معذور نباشن به این، یعنی چگونه با اونها تعامل خواهید کرد؟ ولی کسی که در میان مسلمانان هست، کسی که میدونه، اینا همش به گوشش رسیده، اینها رو همه شنیده، میدونه، توضیح داده شده، این عذر براش حساب نمیشه در حساب دنیایی ما. اما در قیامت بین خودش و خدای خودش هست، زیرا که خیلی مواقع است مخصوصا در جامعه ایران امروز ما، وقتی که اونا میبینن آخونده همه روی منبر دارن دروغ میگن، چاپلوسی میکنن، حق کشی میکنن، ناحق میگن، چشم پوشی میکنن از قتل و غارت و همه فسادهای دیگه، اون وقته که حجت نیست گفته اون عالم یا اون ملایی که بر مردم را راهنمایی میکنه، فکر میکنه همه چیز دروغه. اونا کافرن به اون دینی که این گونه انسانها دارن دعوت میکنن، و لذا باید احتیاط کرد در باب تکفیر مردم. ابتداعا تبیین کنید براشون، روشن کنید براشون، بذار بفهمن. بعد اینکه شما واقعا تونستید اثبات کنید اون چیزایی که هست، بعد اونا عناد کردند و کفر ورزیدن، اون وقته که دیگه کافر میتونی بهشون بگی. ولی اینکه یک کسی رو دیدی یه کاری رو کرد، این کاری که انجام میده ظاهرش کفره، ولی اون آیا میدونه کفره یا نمیدونه؟ این دانستن حتما لازم هست، مخصوصا در این روزگاری که اینقدر مردم در معرض فتنه های مختلف قرار گرفتند. کسایی که بخوان برای اونها تبیین حقیقت کنند خیلی کم هست. ولی عرض کردم در میان مسلمانان مادامی که طرف همه اینها رو میدونه و شنیده، در ظاهر دنیایی ما اونها رو معذور نمیدونیم چون شنیده و میدونه. ولی خب آیا واقعا این شنیده هایی که شنیده به این درجه رسیده که به اون قناعت ببخشه، به یقین رسیده یا نرسیده؟ سعی کنید احتیاط کنید در باب تکفیر، به دنبال این نباشید مردم رو کافر بنامید، به دنبال این باشید که مردم رو دلسوز باشید، نجاتشون بدید. همونطوری که رسول الله علیه الصلاه و السلام به مشرکین گفت که مثل من و شما مانند کسی است که یه عده‌ای که دارن میرن بیفتن توی آتشی و منم میام از پشت اونا رو میگیرم که بکشمشون بیرون، نه اینکه برچسب بهشون بزنم. زمانی گفته شده است به اون کفار که پیامبر در میانشون بوده و تبیین حق شده، و اما همونطوری که در قرآن کریم میفرماید جحدوا بها واستيقنتها انفسهم، یعنی انکار کردند دین خدا رو، نبوت پیامبر رو و قرآن رو انکار کردند، در حالی که یقین داشتن، نفسشون در دل خودشون یقین داشتن به حقانیتش. به اینها گفته کافر. میگه منظورم از این
سوال شیعیان ایران هستش که اسلام رو دیدن و شنید. ببینید اصلا نمیشه، اولا نمیشه به شیعیان بگید کافر، به هیچ وجه این کار رو نباید بکنید، مگر اینکه شما ببینید، شما یک شخصی هستید که میگی من عالمم، ایشون خودشو جدشو پدرشو تمام خانوادهشو نمیدونم نسلا در نسل از آخوند خودش شنیده و فکر میکرده که این آخوند راست میگه. الان جناب علی اومدی شما رو مقایسه میکنه با اون آخوند خودش، اون آخوندی که قبولش داره، نمیگم همه، بعضی از آخوندها هستن که در کار به دست هم نیستن ها. فکر نکنید که حتما کاری دستش هست از حکومت و خلاصه بدنام هست. بعضی از آخوندها هستن در میان شیعان خوشنامن، مردم اونا رو دوست دارن، میشناسن، ولی و حرفشم قبول دارن، فکر میکنن واقعا راست میگه. الان شما بیاید به ایشون بگید کافر، در حالی که بزرگان اسلام گفتن که شیعه فرقی از مسلمانان. بله بعضی از فرق شیعه هستن که اون دیگه خیلی غلاتن، اونا جداست حسابشون. و اما هر کسی رو دیدید، هر کسی به ام المؤمنین عایشه بد بگه، هر کسی قرآن رو تحریف شده بداند، هر کسی معتقد باشه اماما هم مثل خدا هستن، اینا مشرکن. ولی به این معنی نیست که شما بیایید هر کدوم رو دیدید یک برچسبی بهش بزنه این کافره. تبیین حق کنید، دعوت کنید مردم رو، راه درست رو نشونشون بدید. این زمان زمان فتنه هست، فتنه ای که این آخونده درست کردن و این حکومت درست کرده برای گرفتن ایمان و دین از مردم بسیار بزرگ است. و همین فتنه باعث شده که خب از جهتی خدا رو شکر که حقیقت این آخونده رو به مردم نشون داد و حقیقت ادعاهایی که می کردن به این که اگه حکومت دست اینا برسه چی کار می کنند. و از طرف دیگه مردم وقتی بریدن از هر دینی خواهند برید، باید حتما بتونید خیلی خوب دین رو معرفی کنید، عمل کردتون خوب باشه، به جای اینکه برچسب بزنید به عمل کردتون ثابت کنید که دینی که شما بر اون هستید و اعتقاد بهش دارید دین حق هست و به دیگران احترام بذارید. بیننده عزیز دیگری میگن ممنونم استاد، اما اینو نگفتین که مجازات کسی که قرآن رو به عنوان کلام خدا نمیپذیرد و ایمان رو به توحید ندارد و در آخرت. ببینید در آخرت کسی که ایمان به قرآن نداره مسلمان نیست. خب آخرتش مثل آخرت همه کفار دیگه است. اونایی که مسلمان نیستن کجا و چه عاقبتی دارن در آخرت؟ در جهنمن. اینا هم همچنین. یعنی شما فکر میکنی اگه کسی قرآن رو قبول نداشت ولی خدا رو قبول داشت یک حالت میانی هست؟ نه، ایمان نداره تموم شد، مثل بقیه کفار دیگری که در زمان پیامبر ایمان نداشتن به قرآن کریم، مثل بقیه کفاری که در هر جای دنیا ایمان ندارن به قرآن کریم، ایمان ندارن به آخرت، ایمان ندارن به نبوت پیامبر، وضعیتشون همون خواهد بود. نمیدونم وقت دارم سوال دیگری رو جواب بدم یا وقت به پایان رسیده. میگن 2 دقیقه وقت دارید. بسیار خوب. بیننده گفت سلام علیکم و رحمت الله و برکات استاد عزیز، انتخاب همسر رضایت میگه انتخاب همسر رضایتش باشه، چون اشتباه نوشتن رضایت شما باشه، رضایت پدر و مادر نباشه، چی رکن داره؟ ببین عرض کردم برای دختر باید حتما ولی دختر راضی باشه، یعنی پدر دختر راضی باشه. پیامبر علیه السلام فرمودند لا نکاح الا بولی و شاهده عدل، گفت که نکاحی نیست مگر با حضور و رضایت ولی و 2 نفر شاهد، 2 شاهد عادل. در نتیجه رضایت مادر در اینجا شرط نیست، رضایت ولی دختر، حالا پدرشه، برادرشه، عموشه. از لحاظ اخلاقی اینکه مادرتون رو هم راضی کنی، مادرم راضی باشه، خیلی مهم و اساسی هست. ولی از لحاظ اینکه عقد نکاح بسته میشه با رضایت پدر بسته میشه، حتی اگه مادر راضی نباشه. ولی
از لحاظ اخلاقی و از لحاظ حق این که مادر بر تو حق داره لازمه که رضایت اون رو هم جلب کنی از این جهت. اما از لحاظ این که عقد نکاح بسته میشه، بله بسته میشه، حتی اگه مادر راضی نباشه، ولی شرط هست که ولی دختر راضی باشه. به انتهای برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر همه شما از زنان خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.